سلام و درود به مهمترین خبرها زشت صبح خوش آمدید. امروز چهارشنبه 27 جدی 1402 برابر به 17 جنوری 2024. سرخط خبرها: افزایش فقر و گرسنگی در افغانستان، خانواده ها در هرات مجبور شدند تا کودکانشان را بفروشند. خواست طالبان برای عضویت در نهادهای مهم بین المللی. سراج الدین حقانی میگوید عضویت این گروه در نهادهای جهانی و حل و فصل مسائل کمک میکند. یونسف و 140 هزار کودک در افغانستان زمینه آموزش را فراهم میکند. خشکسالی در افغانستان، دهقانان در هرات نگران کشتزارهایشان هستند. ادامه نامنی ها در پاکستان، انفجار در شهر کویته 9 زخمی بر جای گذاشت. و افزایش شمار کشته شدگان فلسطینی در جنگ اسرائیل و حماس، بیش از 24 هزار تن در این نبرد جان باختند. مشروع خبرها: همزمان با تشدید فقر در کشور و نگرانی نهادهای امدادرسان از افزایش گرسنگی در سال پیش رو، شمار از خانواده ها در شهر سبزک هرات میگویند که کودکانشان را فروختند. آنان می‌افزایند که گرسنگی و نبود کار سبب شده است تا دختران خردسالشان را بفروشند. همزمان با این، رسانه واشنگتن پست دریافته است که خانواده‌ها در این شهرک مجبور شدند تا 118 دختر خردسالشان بین 5 تا 12 سال را به عنوان کودک عروس بفروشند و 116 خانواده دیگر نیز منتظر هستند تا دخترانشان را به فروش برسانند. جزئیات بیشتر در گزارش. بی بی گل که باشنده شهرک سبز هرات است، 11 سال سن دارد و در بدل پول فروخته شده است. مادر این کودک میگوید که دخترش را به دلیل فقر و گرسنگی فروخته است. خورد، امروز خورد رو بفروشن دیده. شی نداشتیم، اتا اینا داشتیم، اتا دیل پیچرگی هم. پیرگر نه، اچی نه، اتا پیچرگی هم. عبدالبصیر نیز از دیگر باشندگان این شهرک است که دخترش را فروخته است. او میگوید برای اینکه دیگر اعضای خانواده‌اش زنده بمانند، مجبور شده است کودکش را بفروشد. دبلومار مجبور شدیم که بدهیم به خاطر اینکه از دست ندیم. مثلا کودکو دیگه ما از دست ندیم، مسئله مجبوری بدیم. همزمان با این، واشنگتن پست دریافته است که خانواده‌ها در شهرک سبز، محل زندگی بیجا شدگان، مجبور شدند تا 118 دختر خردسالشان بین 5 تا 12 سال را به عنوان کودک عروس بفروشند و 116 خانواده دیگر نیز منتظر هستند تا دخترانشان به فروش برسد. خانواده بی بی گل که اکنون یک دخترشان به فروش رسیده، منتظرند تا کودکی یک سالهشان را نیز بفروشند. حالا خواهی بفروش داره که نداریم که دشه که نبود که مرم بفروش کنیم، حالا که صبح داریم چاشت نداریم، اگر چاشت داشته باشیم بیگر نداریم. من حتی سال تیرم شما یک زرگ بیش بدن ما نمیریم، یک میبه نمیریم، ما بخوریم اگر بچیز اینا شیک که نداریم که بستنیم بخوریم اینتا چی دار بفروش داریم که نمیا بلکم یک چارپیه بشه هم مشتی یک گشنگیت یعنی نکنن پیش ما هم یک گازیشه یک کلی گاز یک منیار بکی بیتیم شده چیشه. در 2.5 سال از به قدرت رسیدن گروه طالبان، فروش کودکان به دلیل فقر و گرسنگی کم سابقه نبوده است. شماری از خانواده ها در سال نخست به قدرت رسیدن این گروه نیز کودکانشان را به دلیل گرسنگی فروخته بودند. در کنار این، شماری هم به خاطر زنده ماندن مجبور شدند تا اعضای بدنشان را بفروشند. این دختران در حالی از سوی خانواده هایشان فروخته می شوند که برنامه توسعه سازمان ملل متحد چند روز پیش گفت که پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، حدود 85% از مردم این کشور با کمتر از $1 در روز زندگی می کنند. از سوی دیگر، دفتر هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا با ابراز نگرانی از وضعیت شهروندان افغانستان گفته که در سال 2024 حدود 15.8 میلیون تن ناامنی غذایی هات را تجربه خواهند کرد. سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت امور داخلی طالبان، در دیدار با رافائلا آیادیس، کاردار نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان، خواستار عضویت این گروه در نهادهای مهم بین المللی شده است.
وزارت داخلی طالبان روز چهارشنبه به نقل از سراج الدین حقانی در خبرنامه نوشته است که عضویت طالبان در این نهادها حل و فصل مسائل آسان می شود. بر اساس این خبرنامه رافائلا با حقانی درباره نشستی که قرار است ماه آینده در دوحه قطر برگزار شود نیز گفتگو کرده است. با گفته وزارت داخلی طالبان این نشست میان کشورهای درگیر مسائل افغانستان برگزار خواهد شد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که این نهاد به حمایت کوریای جنوبی 950 صنف آموزشی جامعه محور در افغانستان ایجاد میکند. یونیسف روز چهارشنبه در صفحه ایکس خود نوشته که این صنف های آموزشی فضای برای یادگیری، الهام بخشیدن و ساختن آینده است. با ایجاد این صنف ها زمینه آموزش به 140 هزار کودک فراهم خواهد شد. این در حال است که چند ماه پیش همین نهاد اعلام کرده بود که 60% دختران و 46% پسران واجد شرایط آموزش دوره ابتدایی در افغانستان از آموزش محروم شدند. شماره از دهقانان در هرات میگویند که نباریدن برف و باران سبب شده تا کاشت بذر در زمین‌هایشان به تأخیر بیفتد. آنان که با خشکسالی دست و پنجه نرم می‌کنند میگویند کشتزارهای آنان متکی به بارش برف و باران است و اگر وضعیت آب و هوا همین گونه ادامه پیدا کند سال بی حاصل پیش رو خواهند داشت. این در حال است که دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا بیشتر گفته بود افغانستان در سال گذشته بدترین خشکسالی را در 30 سال اخیر تجربه کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش. دشواری های طبیعی و غیر طبیعی و درد و رنج مردم افغانستان در این چند ماه افزوده است. فقر، بیکاری، زمین لرزه ها و وضعیت بشری از مواردی است که بارها سازمان های جهانی در مورد آن ابراز نگرانی کرده اند. در کنار این همه، در غرب افغانستان در ولایت هرات که شاهد زمین لرزه های بزرگ بود، دهقانان نگران عدم بارش برف و باران و خشکسالی در مناطقشان هستند. دهقانان هرات که زراعت آنان متکی به بارش برف و باران است، نگرانند که در صورت عدم بارش برف و باران سال بی حاصل را پیش رو داشته باشند. همه امسال آماده که منتظر می بارانیم یا می دریای ریرودیم یا می چشمایی که داریم او کنه میگیم بلکم پناه بله یک نخی بیای ببینه حداقل 100 من 50 من برای خود کش کنه که حداقل می خرج زانه باشه چیمور بشه از این مشکلات رفع بشه. هر سال کو ارزم بزرگ شما که هر چی ما گندم کشتیم هر گندمی که ما کشتیم با آیش و به معوته کلا یخ زد دیگه از او هیچ چی ما برای ندیم حتی کوتی که پاش دادیم یعنی شیمیایی که پاش دادیم هیچ چی از او ما نتونستیم که چیز کنیم همه به نوبره نقطه بود امسال کوتوال چیزی برداشت نکردیم. سطح بسیار کم باران در کشوری که به شدت وابسته به زراعت است، بسیاری از دهقانان را در هرات مجبور به تأخیر کشت کرده و سبب شده است تا آنان با خشکسالی دست و پنجه نرم کنند. به غیر از این دیگه کار کسبی نیه، چیزی هم نیه که به حساب خود شما میبینید که همین زمین ها یعنی ما همین زحمت میکشیم آماده میکنیم اما متاسفانه او نیه. دیگه کار کسبی دیگه نداریم همین کشاورزی مونه. از سوی هم دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا با ابراز نگرانی از تداوم خشکسالی در افغانستان گفته که این کشور در سال گذشته بدترین خشکسالی خود را در 30 سال اخیر تجربه کرده است. دهقانان هرات در حالی از خشکسالی ابراز نگرانی می کنند که با گذشت یک ماه از آغاز فصل زمستان هنوز در اکثر مناطق افغانستان برف نباریده است. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد نیز در گزارش خود گفته که تغییرات اقلیمی عمدترین تأثیرات را بر بخش زراعت گذاشته و همچنان 30 ولایت را از لحاظ کیفیت آب به شدت با چالش مواجه کرده است. با ادامه نامنی های اخیر در پاکستان، وقوع یک انفجار در شهر کویته این کشور دست کم 9 تن به شمول 3 کودک و یک پلیس ترافیک را زخمی کرد. این انفجار روز چهارشنبه در جاده زرغونی این شهر رخ داده است. وضعیت 2 تن از زخمیان این رویداد وخیم گزارش شده و پلیس گفته است که مواد منفجره در میان انبوه از زباله ها جاسازی شده بود. این انفجار زمان رخ داده است که کودکان در حال جمع‌آوری از زباله ها بودند.
تاکنون مسئولیت این انفجار را فرد یا گروه بر عهده نگرفته است. روز شنبه هفته جاری نیز در پی انفجار ماین کنار جاده‌ای در نزدیکی یک کاروان نظامی در ایالت بلوچستان دست کم 5 سرباز پاکستانی کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. در حالی که تنور نبرد میان اسرائیل و حماس گرم و گرمتر می شود، نگرانی ها درباره تلفات روزافزون غیر نظامیان در غزه بالا گرفته است. وزارت صحت فلسطین تا به تازگی اعلام کرده است که از آغاز حملات اسرائیل بر غزه تا کنون 24,285 تن کشته شدند. این وزارت سه‌شنبه شب در بیانیه نوشته است که از میان کشته شدگان در غزه 10,600 تن آن کودکان هستند. و گفته این وزارت 75% از قربانیان حملات اسرائیل بر غزه را کودکان، زنان و افراد مسن تشکیل می‌دهند. بر بنیاد اطلاعات 7200 زن و 1049 سالمند تا این مدت در شهر غزه جانهایشان را از دست دادند. هرچند تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس در غزه تاکنون موفقیت‌آمیز نبوده، اما وزارت خارجه قطر به تازگی اعلام کرده است که اسرائیل و حماس با میانجیگری این کشور و فرانسه به توافق در زمینه ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه در ازای تحویل دواهای مورد نیاز گروگان‌های اسرائیلی دست یافتند. اینها مهمترین رویدادهای امروز بود. از همراهیتان سپاس. تا دیدار بعد، بدرود.